اگه بفهمی تمام چیزهایی که تا الان بهت گفتن دروغ بوده، اون موقع چجوری میخوای به زندگی ادامه بدی؟ گیلاسیا سلام، دوباره رفتیم سراغ سریال بلک میرور که هر قسمتش یه فیلم کاملا جداگانه است. امروز میخوام فیلم من اگینست فایر یا انسان ها در مقابل آتش رو ببینیم. یکی از ضد جنگ ترین، پر محتوا ترین و کلا بهترین فیلم هایی است که تا به حال زندگیم دیدم، چون خیلی پیام قشنگی رو انتقال میده و واقعا هم خوب به نمایش میذارتش. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپور کامرا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم دنیای پیشرفته ای رو میبینیم که تکنولوژی همه جای زندگی مردم رو گرفته. شخصیت اصلیمون مردی به اسم استرایپ که توی ارتش هم کار میکنه و داره خوابی از یه زن میبینه که براش خیلی عجیبه. وقتی بیدار میشه با اعضای تیمی قرار به اولی ماموریتشون برن. بقیه اعضای تیمشون هم یه زن به اسم ریمن و مرد دیگه به اسم لئونارد. ماموریتشون هم مثل خیلی دیگه از ارتشی‌ها حذف کردن موجوداتی به اسم روچ یا سوسکا. اینا یه آدمایی هستن که شبیه انسانن ولی دندون‌های تیزتری دارن، قیافشون خیلی وحشتناکه و از زندگی و کلن دارایی‌های آدم‌های عادی تغذیه می‌کنن و خیلی وقتا بهشون آسیب می‌زنن. استرایپ هم به خاطر اینکه اولی ماموریتش خیلی استرس داره. خیلی زود هم حرکت می‌کنن و به روستایی می‌رسن که به تازگی مورد حمله روچ‌ها قرار گرفته. روستایی‌ها شروع به توضیح می‌کنن که چقدر اینا وحشتناک بودن، اومدن همه چیزشون رو بردن و تمام غذاهاشون هم دزدیدن. وقتی ارتشی‌ها می‌پرسن به نظرتون روچ‌ها به کجا فرار کردن، همه‌شون معتقدن که رفتن به خونه مردی به نام پارن. پارن آدمی هستش که خیلی مذهبیه و مردم روستا معتقدن که نه تنها به روچا پناه میده بلکه بهشون غذا و همه چیزم فراهم میکنه. استرایپ هم با یه سری دیگر روستایی‌ها صحبت میکنه و به چند تاشون قول میده که تا هر جوری شده ازشون مراقبت کنه. حالا که فهمیدن امکان داره روچا کجا رفته باشن، به سمت محل زندگی پارن راه میافتن. با نکته دیگه هم آشنا میشیم. تمام اعضای ارتش یه چیزی توی ذهنشون کارگذاری شده به اسم مس. مس یه قدرت خیلی عجیبی داره و مثل خیلی از بازی هایی که تو کامپیوتر دیدید براشون قابلیت های مختلفی فراهم میکنه. مثلا بهشون اسم دشمن ها رو میده، میتونن باهاش پهپاد کنترل بکنن و کلا خیلی داره به ارتش کمک زیادی میرسونه. به مقصد میرسن و نقشه میریزن که چجوری به محل زندگی پارن حمله بکنن. استرایپ، ریمن و لئونارد هم ماموریت اصلی به عهده دارن و زن دیگه ای هم به اسم مدینا باهاشون همراه میشه. وقتی که در میزنن پارن درو باز میکنه و میرن داخل. مدینا و لئونارد میمونن پیشش، شروع میکنن به بازجویی. بهش میگن که میدونیم چی کارو کردی و بهتره که همه چیزو خودت اعتراف بکنی. مشخص استرایپ و ریمن هم میرن به طبقه بالا تا شروع کنن به گشتن دنبال روچ‌ها. بازجویی مدینا از پارن هم خیلی جالبه. وسط صحبتاشون که متوجه کلی علامت صلیب و انجیل تو خونه میشه، میگه تو هم پس از همون مذهبیای کسایی که معتقدن آدم‌ها و موجودات مختلف از جمله روچ‌ها ارزش جونشون برابره و باید هر جوری هست از اونها هم محافظت کرد. اما باید بدون این باورت کاملا اشتباهه، به خاطر اینکه روچا توی ذاتشون کثافت و بدیه. اونا مثل آدم‌ها نیستن و باید هر جوری هست منقرض بشن. فقط اینطوریه که ما آدما میتونیم زنده بمونیم. میریم به طبقه بالا. استرایپی اتاق مخفی پیدا میکنه و دو تای میرن توش. کلی راه رو داره و از هم دیگه جدا میشن. استرایپ وارد یکی از اتاق‌ها میشه و پشت یه دونه پرده چند تا سایه میبینه. با وحشت میره جلو و با کنار زدنش قیافه 3 تا روچ فوق‌العاده عجیب و وحشتناک رو جلوش میبینه. خیلی ترسیده و هول کرده. یکی از روچ‌ها دستگاه سبزی دستش و بقیه هم انگار میخوان حمله بکنن. برای همین استرایپ که ترسیده بدون مکس به سمت یکیشون شلیک میکنه، جون اونو میگیره و یکی دیگه‌شون به سمتش حمله میکنه. استرایپ روی زمین افتاده و ترسیده و به محض اینکه دستش به یه چاقو میرسه تا جایی که میتونه به طرف ضربه میزنه و این روچ هم از بین میبرتش. بعدم با تعجب به دستگاه سبزی که کنارش نگاه میکنه و وقتی یه دکمه رو فشار میده یه رفعه چشماش تار میشن و خیلی حالش به هم میریزه. همین لحظه اون روچ سوم از اتاق فرار میکنه و ریمن هم میرسه بهشون. این در حالیه که طبقه پایینم پارن با چاقوی به مدینا حمله میکنه و اونم موفق میشه جلوشو بگیره و خیلی راحت دستگیرش میکنن. عملیات موفقیت آمیز بوده و به پایگاه برمیگردن. همشون خوشحالن و مخصوصا ریمن خیلی از استرایپ تعریف میکنه که تو اولی ماموریتش تونسته دوتا روچ از بین ببره. با هم به میدون تیراندازی میرن و وقتی نوبت استرایپ میشه دوباره همون اتفاق براش میفته و چشماش تار میشن و دستگاهی که تو سرشه انگاری گلیچ میزنه و خیلی به هم میریزه. ریمن نگران میشه اما استرایپ میگه خوبم و میرم به تمرین های بعدی. بازم همین اتفاق میفته و در نهایت مدینا هم نگران میشه. استرایپ که حالا فرماندهش مستقیم دستور میده باید بهش رسیدگی کنه، میره به سمت پایگاه پزشکیشون. دکتری بررسی میکنتش و بهش میگه همه چیز خوبه، برای همینم هم بهتره که به دیدن روانشناسمون بری، شاید اون بتونه کمکت کنه. استرایپ هم همین کارو انجام میده و جلسه ای رو باهاش فیکس میکنه. تو این جلسه هم روانشناس میگه احتمالاً به خاطر اینکه
اولین مأموریت تو انجام دادی و دو نفر رو به قتل رسوندی، همچین اتفاقی برات افتاده. چند روز بگذره حالت خوب میشه و زیاد نگران نباش. بعدم میگه یه برنامه خفن برات ریختم که شب خیلی اشغال کنی. استرایک به خوابگاه برمیگره و میخوابه و حالا رویایی که توی برنامه مغزیش ریختن رو میبینه. دوباره همون زن جذاب توشه و با هم دیگه رابطه‌ای رو برقرار می‌کنن. وسط رابطن که دوباره همون اتفاق برای دستگاه مس تو سرش میفته و بازم گلیچ میزنه و از خواب میپره. استراب دیگه خیلی کلافه شده اما خب کاری از دستش برنمیاد. روز بعدی میرسه و همراه مدینا و ریمن به مأموریت دیگه میرن. اطلاعاتی بهشون رسیده که روچهای باقی مونده کجا قایم شدن و خیلی زود به این محل میرسن. با دستگاه مس برنامه دیگه‌ای رو برای حملهشون میریزن و شروع میکننش. بازم دستگاه استراب داره گلیچ میزنه و یه دفعه اتفاق عجیب‌تری میفته. استرایک برای اولین بار میتونه بوی چمنها رو حس کنه، چیزی که هیچ وقت حالا اتفاق نیفتاده بود. خیلی براش عجیبه و کلن هفتش از مأموریت پرت شده و همین لحظه است که یه نفر به مدینا شلیک میکنه و جونش رو میگیره. ریمن و استرایک هم خیلی هول کردن و فقط پناه میگیرن. همینطوری به سمتشون شلیک میشه و میفهمن یه روچ از بالای ساختمون با تفنگ اسنایپر داره این کارو انجام میده. ریمن سری به سمت ساختمون حرکت میکنه و از استرایک میخواد که اونو پوشش بده، اما استرایک فقط درگیر گلیچه و سرش داره درد میگیره چون هیچیو نمیتونه درست ببینه. به هر حال هر جوری که هست بهش غلبه میکنه و با کمک اون ریمن به ساختمون میرسه و خودش هم وارد میشه. اول از همه به اتاق میرسن که یه دستگاه برقی عجیبه و مثل باتری بهش دوتا سیم وصل شده. دور و بر اتاق هم یه سری نقشه الکترونیکیه و استرایک میفهمه همشون در مورد همون دستگاه سبزی هست که قبلتر دیده بود و اتفاقی دکمهشو فشار داده. حالا همدیگه جدا میشن و استرایک توی یکی از اتاقها با چیز شوکه کننده مواجه میشه. یه دختر خیلی سالم مثل خودش وایساده و چوبی دستش گرفته و خیلی ترسیده. استرایک میگه اینجا چیکار میکنی؟ سری برو بیرون، کاریت ندارم. و دختر که خیلی وحشت زده است به آرومی از اتاق میره بیرون. اما ریمن از بیرون شلیک میکنه. میاد جلو و میگه چرا گذاشتی این روچه فرار کنه؟ نباید اصلا خودتو ببازی. استرایک داد میزنه چرا این کارو کردی؟ اون یه آدم ساده بود، ولی ریمن توجهی نمیکنه و به گشتن بقیه ساختمون ادامه میده. استرایک هم دنبالش راه میفته و میفهمه هر کسی که ریمن داره میکشه یه آدم خیلی معمولی مثل خودشه. دیگه خبری از روچه ها نیست. صدای شلیک از اتاق دیگه میاد و وقتی که استرایک میرسه میبینه که ریمن اسلحه رو روی مادر و بچه کشیده. خیلی دیگه براش عجیبه و برای همینم به ریمن حمله میکنه و میزنتش زمین. بهش میگه مثل دیوونه ها شدی، نباید آدم های عادی رو کاری داشته باشیم، دشمن ما فقط روچان. بعدم ضربه به سر ریمه میزنه که بیهوش میشه، اما اتفاق دستش روی ماشه میره و گلوله ای هم به استرایک برخورد میکنه. استرایک که حالا زخمی شده سریع از جاش بلند میشه و به اون مادر و پسر میگه که دنبالم بیاد. هر جوری که هست از ساختمون بیرون میره و اونا رو هم با خودش فراری میده. ریمن هم به هوش میاد و از پنجره میبینه که این سه نفر سوار ماشین نظامی میشن و از اونجا فرار میکنن. استراب که تیر خورده هر جوری هست تا جایی که میتونه رانندگی میکنه و در آخر وسط یه جنگل از حال میره. حالا نوبت زنیه که نجاتش داده. اما ماشین پیاده میشه و استراب رو بیرون میاره. اونو به مخفیگاهی میبره که زیر جنگل قایم شده و شروع میکنه به دعوا کردن زخمش. بعد مدتی استراب به هوش میاد و با دیدن زن خیلی میترسه. اون ازش میپرسه که تو منو شبیه آدم عادی میبینی؟ استراب که خیلی برای سوال عجیبیه میگه معلومه، مگه تو آدم نیستی؟ اون زن میگه پس واقعاً دستگاه داره کار میکنه. حالا خیلی چیزهای عجیب تری رو به زبون میاره. بهش میگه اسم من کاترینا. سالها پیش دولت یه پروژه خیلی خطرناک رو شروع کرد و اون دستگاهی بود به اسم مس که الان توی سر تمام ارتشی‌ها کارگزاری شده. این دستگاه که تو سر تو هم بوده باعث میشد که من و خیلی آدم‌های امثال من رو شبیه روش ببینید. ما آدم‌های عادی بودیم ولی دولت میخواست که از شر ما خلاص بشه. خیلی از آدم‌های پولدار هم همین رو می‌خواستن، به خاطر اینکه ما سطحمون از اونا پایین‌تر بود و فکر می‌کردن که داریم از اونا سوء استفاده میکنیم. همین باعث شده بود که خیلی از ارتشی‌ها واقعیت رو نبینن و فکر کنن همه کسایی که مثل منن فقط یه موجود بیگانن. بعدم میگه مدت ها پیش ما دستگاهی رو اختراع کردیم که همون دستگاه سبزیه که استرایپ قبلتر باهاش برخورد داشت. این دستگاه باعث شده یه اتصالی توی مس میشه و در نهایت سربازها میتونن حقیقت رو به چشم خودشون ببینن. همین اتفاقی که برای استرایپ افتاد. استرایپ سوال مهمی رو میپرسه. میگه اگه فقط این اتفاق برای سربازهای ارتشی میفته، چرا پس مردم روستا هم به شماها میگن روچ و به ما میگن که بیایم دنبالتون؟ کاترینا میگه از 10 سال پیش توی تمام رسانه‌ها دولت داره
تبلیغاتی رو پخش میکنه که توی اونها از ما بد میگه. در واقع اصلا ساخت دستگاه مس با یه تحقیق خیلی بزرگ انجام شد. این تحقیق میومد تمام اجداد آدم‌ها رو چک میکرد و میفهمید که کدوما درصد سرطان گرفتن یا بیماری‌هاشون یا اینکه برای دولت خرج زیادی داشته باشن زیاده. به صورت اتوماتیک این جور افراد توی دستگاه مس به عنوان روش نشون میداد و شما فقط به آدم‌های حمله می‌کردید که توسط این دستگاه بد شمرده می‌شدن. در نهایت هم روستایی ها می فهمیدن ما شاید یه مشکلی داشته باشیم و تظاهر می کردن که ما واقعا روچیم. همین هم از که الان همه دنبال ما هن. بیرون همین پناهگاه می بینیم که ریمن رد ماشین رو گرفته و حالا بهشون رسیده. ریمنی که خیلی عصبانی و می خواد انتقامش رو از استرایپ بگیره. نیپره توی پناهگاه و بدون هیچ رحمی به این مادر و پسر شلیک می کنه. استرایپ شوکه شده و نمی تونه از جاش تکون بخوره. ریمن میاد سمتش و میگه چرا اون کارو کردی؟ فقط ازش توضیح می خواد. اما استرایک اصلا براش هیچی مهم نیست و فقط میگه که تمام چیزایی که بهمون گفتن دروغ بوده. همه چیزی دروغه. ریمن که دیگه حوصله نداره با ضربه اسلحه اونو بیهوش میکنه و با خودش به پایگاه میبره. سکانس بعد استرایک میبینیم که بهوش اومده و توی اتاقیه. روانشناسی قبلا دیده بود به همینجا میاد و بهش میگه ببخشید که زودتر متوجه این مشکل تو دستگاه مست نشدیم. ولی میتونستیم جلوی خیلی از چیزها رو بگیریم. استرایپ میگه شما همه چیز رو به ما دروغ گفته بودید و این مردم توضیح میده که ما باید این کار رو انجام میدادیم. آدم ها به طور ژنتیکی دلرحمن و حتی تو آدم هایی مثل همون روچ هم نمیتونن بدی ها رو ببینن. برا همینم هم اگه شما ها اونا رو مثل یه هیولا نمیدیدید هیچ وقت نمیرفتید بهشون حمله بکنید و اینطوری جون انسان های دیگر نجات بدید. بعضی چیزها مثل جنگ جهانی دوم لازمن، به خاطر اینکه تو همون جنگ هم اگه خیلی از آدم ها سربازها جونشون رو از دست نمیدادن ممکن بود تمام کشورها به خاطر قحطی و خیلی چیزهای دیگه کارشون کلا تموم بشه. دستگاه مس میتونه یه کاری بکنه که شما حس بویایی و چشاییتون عوض بشه و اینطوری دیگه توی کشتن روچها دریغ نکنید. روچهایی که برای تمام جامعه ما ضرر دارن و هیچ وقت نمیتونن به ما سودی برسونن. تو هم اینو میدونستی و خودت اینو خواستی. استرایپ شوکه میشه و میگه یعنی چی؟ دروانچناس فیلمی رو پخش میکنه که توی اون استرایپ خودش به این پایگاه نظامی اومده. میگه که من واقعا از همه چیز اطلاع دارم، میدونم روچ ها آدمن و باید از دنیا حذف بشن و برای همینم بهتون رضایت میدم که دستگاه مس توی سرم بذارید و خاطراتمو پاک کنید تا بتونم به جامعه دنیا خدمت بکنم. استرایپ خیلی عصبانی میشه و میگه من نمیدونستم قرار چه کارایی رو انجام بدم. با عصبانیت به روانچناس حمله میکنه ولی دستگاه مسی که همچنان توی سرشه جلوشو میگیره و کلن بیناییشو میگیره. روانشناس کنار میکشه و میگه الان دو راه داری. راه اول اینه که تمام خاطراتت از جمله این چند روز قبلی و این مکالمه‌ای که الان با هم داشتیم رو از ذهنت پاک بکنم و بعد برگردی و کارتو هم طبق قبل ادامه بدی. راه دوم اینه که همه چیز توی ذهنت میمونه و دیگه ذهنتو پاک نمی‌کنیم، ولی تا ابد مجبوری توی انفرادی بمونی و با حقیقت کارهایی که کردی کنار بیای. استرایپ میگه من کار اشتباهی انجام ندادم و روانشناس میگه مطمئنی؟ حالا توی دستگاه مس سرش تمام اتفاقات این چند روز رو براش پخش میکنه، از جمله اولین حمله، جایی که استرایپ دو نفر رو توش کشته بود. حالا دیگه اون کسایی که کشته روش نیستن و آدمای خیلی عادی هن که دارن التماس میکنن استرایپ ولشون کنه، اما اون با بیرحمی بهشون حمله کرده. حالا چیز بدتر اینه که اینا خانواده کاترینا هن. استرایپ خانواده کاترینا رو به وحشیانه ترین شکل ممکن جلوی چشماش از بین میبره. حالا روی زمین افتاده و واقعیتی که روبرو شده خیلی به هم ریخته است و نمیتونه حتی نفس بکشه. روانشناس میگه حالا انتخابت چیه؟ میریم به سکانس آخر. استرایپ با لباس ارتشی داره توی ماشینی میره و بالاخره پیاده میشه. جلوی یه خونه خیلی تاریک وایستاده و دستگاه مس باعث میشه که فکر کنه همون زن رویاهاش داره سمتش میاد، در حالی که یه خونه خیلی تاریکه. استرایپ تصمیم گرفته و ذهنشو پاک کنه و دوباره به همون جنایت‌ها تا همین امروز ادامه داده. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. دیگه تا الان فهمیدید بلک میرور سریالی نیست که بخواید با چشم یک آدم ساده نگاهش بکنید. هر قسمتش هزاران هزار محتوای مختلف پشتشه و این منگیس فایر هم یکی از بهترین هست. تو این فیلم ما دیدیم یه وقتا تکنولوژی، رسانه، مذهب، دولت یا هر چیزی ممکنه چه دروغ‌هایی به آدم بگه و برات یه دشمن فرضی بسازه که همون دشمن فرضی بشه تنها هدف زنده بودنت. به قدر این باور درست توی ذهنت شکل بگیره که به خاطرش جون
جونت هم وسط بذاره تا پای هر کاری بری. اما وقتی که یه بار این نقاب رو کنار بزنی، جدا از اون دولت، جدا از اون رسانه، جدا از اون دین یا فرهنگ نگاه بکنیش، میفهمی چقدر واقعیت با چیزی که میدونست تا الان فرق داره. من گینز فایر در مورد میلیون ها میلیون سرباز مختلف که تو سرتاسر دنیا دارن میجنگن با کسایی که شاید اعتقادشون با هم دیگه فقط فرق داشته باشه، شاید فقط تفاوت فرهنگی داشته باشن، شاید سر یه چیز خیلی کوچیک تفاوت نظر داشته باشن و فقط به خاطر حرف سیاستمداراشون دارن جون یه سری آدم بیگناه رو میگیرن. همون جمله معروفی که میگه تنها بازنده جنگ ها انسان های بیگناه هن. جدا از این میاد در مورد کاهش جمعیت هم خیلی خوب صحبت میکنه، چیزی که بارها و بارها سیستما خواستن انجامش بدن به خاطر اینکه میدونستن جمعیت بالا باعث میشه خیلی از ریسورسشون یا هم منابعشون کمتر بشه و در نهایت اون بالادستیان نتونن به چیزهایی که میخوان برسن. خیلی از دولت‌های مختلف توی دنیا بارها دیدیم که یه سری برنامه سیستماتیک پیاده می‌کنن تا جمعیت کاهش پیدا کنه و بتونن راحت‌تر به اهداف سیستمی خودشون برسن. خیلی چیزا مثل جنگ جهانی اول و دوم، شیوع بیماری طاعون یا همون کرونا خودمون حتی، همه اینا رو میشه به همین قضیه ربط داد، چون خیلی وقتا میشه گفت جور دیگه‌ای میتونستن قضیه رو حل بکنن یا به تحت کنترل در بیارنش، اما خب نخواستن این کارو انجام بدن چون نیاز داشتن که اون قتل عام اتفاق بیفته. این فیلم هم دقیقاً در مورد همین صحبت کرد، اینکه اون دولته میخواستش یه مقدار جمعیت کم بشه و برای همین به سربازا اون تکنولوژی داده بود که اون آدمهای بیگناه رو به شکل همون روچ‌ها یا سوسک‌ها ببینن و در نهایت جون اونا رو بگیرن و خیلی راحت‌تر این کارو براشون انجام بدن بدون اینکه اصلا حرفی وسط به اون کسی بخواد بگه چرا دارید این کارو میکنید. دردناک‌ترین قسمت فیلمم هم به نظرم همون جایش بود که دارن در مورد این قضیه صحبت میکنن و یکی از همون روچ‌ها یا همون دختره میگه که آدم‌های دیگه هم ما رو همین شکلی عادی میبینن، ولی به خاطر اینکه نخوان بهمون کمک بکنن و میدونن نبودنمون به نفعشونه، الکی به سربازا میگن که اینا روچن و باعث میشه که بیاید دنبال ما. آقا یکی از بهترین فیلم هست خلاصه. من خیلی رفت روی مخم این فیلم و واقعا تا یه مدت طولانی بهش فکر میکردم و خیلی طرز فکرم و به بعد چیزها تغییر داد. به نظرم حتما یه بارم پیش رو تماشا بکنیدش. دیگه همین، توی کانال زاپاس جوین بشید، گلاسیا مووی بک، اگه مشکلی پیش بیاد اونجا کارو ادامه میدیم. لایک کامنت ساب یارتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلاسیا.